امشب در 24 هشدار مقامات اسرائیلی به جمهوری اسلامی. رئیس امنیت ملی اسرائیل میگه اگر تهران اورانیوم بالای 60% غنی سازی کنه اسرائیل حمله میکنه. یک ماه بعد از کشته شدن مهندس ارتش روس سوریه در حمله اسرائیل، ایران اینترنشنال دریافته که او در پروژه مخفی حزب الله و ارتش سوریه مشارکت داشته. و نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، رافائل گروسی میگه تهران به تعهداتش عمل نکرده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک روز بعد از اخطار رئیس موساد به مقامات حکومت ایران، رئیس امنیت ملی اسرائیل میگه اگر تهران غنی‌سازی اورانیوم رو به بالای 60% برسونه اسرائیل گزینه‌ای جز اقدام علیه ایران نداره. دیروز دیوید بارنیا رئیس سازمان جاسوسی موساد حکومت ایران رو به تلاش برای حمله به اسرائیلی‌ها متهم کرد. او همینطور تهدید کرد که اگر از جانب حکومت ایران به یهودیان اسرائیلی آسیبی برسه، مقامات ایرانی به گفته او از رده پایین تا به بالا در قلب تهران هدف قرار می گیرن. آقای بارنیا گفته اسرائیل و متحدانش در سال گذشته 27 حمله ایران رو در اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا و آمریکای جنوبی علیه شهروندان اسرائیلی خونسا کردند. میر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو و ماست و همینطور شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی از لندن. با آقای جاودانفر شروع می کنم. تهدیدات این چنینی کم و بیش از سمت مقامات اسرائیلی شاید شنیده باشیم، ولی با این لحن و با این تندی کمتر سابقه داشته، اینطور نیست؟ واقعا در اسرائیل نگرانی بزرگی وجود داره. از یک طرف به نقل وزیر دفاع اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله تصمیم گرفتن که یک فرودگاه در 20 کیلومتری ببخشید مرز اسرائیل و لبنان تأسیس بکنه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران. از یه طرف دیگه در اسرائیل نگرانی های بسیار شدیدی وجود داره که به زودی زائران کلیمی، یهودیان ارتودکس میخوان دارن به شهر عمان در اوکراین، و نگرانی وجود داره در اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران به اونها حمله خواهد کرد و سوء قصد خواهد کرد انجام خواهد داد علیه اونها. و به نظر من یکی از دلایلی که رئیس موساد این اختارات واقعا بی‌نظیر رو دیروز بیان کرد همین نگرانی هستش که جمهوری اسلامی ایران برنامه هایی داره علیه زائران کلیمی ارتودکس در اوکراین و مسئله غنی‌سازی اورانیوم. ببینید الان در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت میکنه به خاطر روابط خوبش با روسیه، و این باعث خواهد شد که در آینده جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که حتی روسیه از تولید بمب اتم جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی خواهد کرد، چون جنگ اوکراین واقعا محاسبات روسیه را عوض کرد در مورد برنامه اتمی ایران. پس در اسرائیل بله نگرانی وجود داره و اختاراتی هم که ما شنیدیم بر اساس نگرانی هست. آقای خلدی، در تهران هم اونها به هر حال تهدیدات غربی ها رو کم و بیش میشنوند، اما به گمانم اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، تهدیدات اسرائیل هستش که واقعا جدی میگیرن، چون محاسبه اینکه دقیقا اسرائیلی ها چه میتونن و چه خواهند کرد در ایران کمی دشواره براشون، اینطور نیست؟ 100% و این رو فراموش نفرمایید. همونجوری که شما به خوبی اشاره فرمودید در پرسشتون، جمهوری اسلامی عملا ناتوان بوده در 5 سال گذشته که جلوی عملیات سابوتاژ و خرابکاری عوامل امنیتی اسرائیل یا عوامل نیابتی اونها رو در ایران که ضربات به هر حال قابل توجهی به زیربنای هسته‌ای ایران و منابع انسانی جمهوری اسلامی از نظر دانشمندان هسته‌ایش وارد آوردن، ازش جلوگیری بکنه. بنابراین به نظر من تهران تحت ریاست خامنه‌ای با سرعت هرچه بیشتر به سمت حداقل تست یک سلاح هسته‌ای داره حرکت میکنه، و این عقیده من عواقب بسیار غیر قابل پیش بینی برای منطقه و روابط میان ایران و جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت. آقای جاودانفر، چقدر این تهدیدی که اگر
اگر ایران غنی‌سازی بالای 60% انجام بده حمله می‌کنیم، به نظرتون جدی است؟ برای اینکه می‌دونیم ایران به آستانش رسید، برگشت، اتفاق خاصی نیفتاد، همین الان هم بالاخره مذاکراتی پشت پرده داره با طرف‌های غربی انجام میده، با کشورهای منطقه یک راپروشمان نسبی داشته، چقدر واقعا جدی می‌بینید تهدید مقامات امنیتی اسرائیل رو؟ به نظر شخصی من تهدید واقعا جدی هستش، ولی باید اشاره بکنم که یک دلیل دیگه هم که جمهوری اسلامی ایران اعتماد به نفسش در به چالش کشیدن اسرائیل اخیرا خیلی افزایش پیدا کرده همین اقدامات آقای نتانیاهو بوده، همین برنامه اصلاحات قضایی اسرائیل که دموکراسی اسرائیل رو ضعیف خواهند کرد و به خاطر همین خلبان‌های ذخیره اسرائیل، نیروهای ذخیره‌ای نیروی هوایی که ده‌ها سال حداقل بعضی‌هاشون یا حتی میشه گفت اکثریتشون تجربه پرواز در عملیات‌های نظامی دارن، اونها الان دیگه تمرین نمی‌کنن. پس الان خطر علیه اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده، ولی با وجود این خطر و با وجود اینکه در اسرائیل این شکاف به وجود اومده بین مردم و دولت، اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا تصمیم بگیره که نشون میده که قصد ساختن بمب اتم رو داره، به نظر من تمام این خلبان ها حاضر خواهند بود برای انجام وظیفه‌شون و اکثریت مطلق مردم اسرائیل با وجود اینکه مخالف شدید هستن با اقدامات آقای نتانیاهو از این حمله حمایت خواهند کرد. چرا؟ چون ببینید به عنوان کسی که در ایران در زمان جنگ عراق بزرگ شده و در اسرائیل الان زندگی میکنه، بسی به شما میگم دیدگاه مردم اسرائیل به حکومت جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه همون درست دیدگاهی هستش که مردم ایران در اول جنگ علیه صدام حسین داشتن. کاملا میشه گفت تو همونطور هستش، به عنوان کسی که دشمن خونین نه فقط کشور بلکه مردم و دولت و همه چیز، و در اسرائیل دیدگاه وجود داره و من واقعا امیدوارم که جمهوری اسلامی ایران اشتباهات محاسباتی نکنه، چون این هم برای اسرائیل و هم برای مردم ایران به شدت گران تموم خواهد شد. و اجازه بدید با این نقطه دیگه هم تموم بکنم. من 3 ماه قبل از جنگ شهرها از تهران که با موشک بود اومدم به انگلستان مهاجرت کردم. خدای نکرده اگر جنگ بین اسرائیل و حزب الله بشه، احتمال جنگ شهرها بین تل آویو و تهران، نه فقط تل آویو و بیروت بلکه تل آویو و تهران، بسیار بالا هست، چون خود آقای نصرالله گفته که اکثریت مطلق بودجه حزب الله از جمهوری اسلامی. آقای خلی، به گمانم دریافت کننده سیگنال ها و پیام های اینچنینی فقط تهران نیست دیگه، احتمالاً اینجا در واشنگتن هم بسیاری گوششون تیز خواهد شد که اسرائیلی ها به دنبال چه هستن. دقیقاً، و همونجوری که فرمودید ایالات متحده تحت ریاست و رهبری بایدن سعی کرده با این مانورهایی که ظرف 2 سال اخیر با ارتش اسرائیل داشته شاید دلگرمی بده به اسرائیلی ها در مورد اینکه ایالات متحده با ظرف قاطع تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت خواهد کرد. منتها اونچه که بایدن در این سال انتخاباتی باید ازش روی گردان باشه و جلوگیری کنه این هست یه اکتبر سورپرایز اتفاق بیفته که در واقع تمام معادلات انتخاباتی ایالات متحده رو غیر قابل پیش بینی بکنه. بنابراین به نظر من میرسه که امریکایی‌ها سعی خواهند کرد که از این رویارویی تا اونجایی که میشه جلوگیری بکنن، ولی اگر این رویارویی به جنگ بیانجامه، به نظر من عواقبی که این جنگ خواهد داشت در سطح جهانی خواهد بود، نه فقط در سطح منطقه‌ای. ممنونم از هر دوی شما، شهرام خلی استاد تاریخ و علوم سیاسی از لندن و مهیر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو. منابع ایران اینترنشنال میگن که در حمله 1 ماه پیش اسرائیل در دمشق سوریه، یک مهندس ارتش سوریه که در پروژه مخفی یگان هوایی حزب الله مشارکت داشت کشته شده. پروژه‌ای که در اون این خلبان مشارکت داشته، به گفته این منابع در نهایت قرار بوده با کمک و تشویق حکومت ایران علیه اسرائیل استفاده بشه. منابع میگن این پروژه تشدید روابط بین ارتش سوریه و محور ایران و به ویژه حزب الله لبنان رو نشون میده که از زمان انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه در سال 2022 و در پس زمینه سفر او به ایران در 4 ماه پیش رخ داده. همزمان
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دولت ایران رو به ساخت فرودگاهی در جنوب لبنان متهم کرده و گفته جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از این فرودگاه برای مقاصد تروریستی علیه اسرائیل. بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو با ماست. آقای سبتی، نمیدونم این پازل رو میشه با صحبت‌های رئیس موساد و اقداماتی که گفته میشه ایران داره انجام میده کنار هم گذاشت و تصویری بزرگتر گرفت. آیا اونها به هم مرتبط هستن یا نه؟ نمیدونم، ولی به نظر میرسه که یک تحولاتی داره صورت میگیره، اینطور نیست؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. بله، کاملا درسته حرف شما، کاملا دقیق. اینها همه به هم ربط داره و همینطور مهمانان قبلیتون خوب اشاره کردن، آقای جاودانفر و آقای خلدی، همه این موضوعها نشون میده که ما داریم در این منطقه به سمت فقط یک طرف می رویم و اون تشدید بسیار بسیار شدید اوضاع حتی به حد جنگ هست، جنگی که شاید واقعا جمهوری اسلامی تحمیل کنه به این منطقه. و این واقعا باعث تأسفه که بعد از 35 سال من آقای جاودانفر دوباره همین تجربه ها رو دوباره تکرار کنیم از اون تهران تا اینجا. و اما در مورد مسائلی که اتفاق افتاده در این دو روز آخر، آقای سبتی، طوری که میگید انگار قریب الوقوع میبینید این اتفاق رو. ببینید، من یک مثالی بزنم که برای خودم هم باور نکردنیه. من الان 10 دقیقه پیش روزنامه های ایران رو که تا الان تا این ساعت شما میدونید روزنامه ها بعضیاشون قبل از ساعت 12 تهران چاپ میشن، بیرون میان، من نگاه کردم و هیچ کدومشون، حتی کیهان، حتی روزنامه های دیگه، در مورد حرف های رئیس موساد و دیگر صحبت ها هیچ چیزی ننوشتن و فقط سخنگوی وزارت خارجه ایران، رژیم ایران، یک محکوم کردن کوتاهی داشته. و این نشون میده که خود رژیم ایران چقدر تعجب کرده، چقدر به سختی میبینه این صحبت های رئیس موساد و دیگر اشخاص اسرائیلی رو، و نشون میده که اونها هم از این موضوع متعجب شدن، چون معلومه که واقعا رژیم ایران چند گام بسیار سریع و بسیار خطرناک رو برداشته. ما تا حالا انفعال آمریکا رو دیدیم، دولت آقای بایدن رو دیدیم که یک جوری جلوگیری کرد از اسرائیل برای جلوگیری از ایران، ولی حالا میبینیم که اسرائیل مجبوره که یک نقش حیوان زخمی رو بازی کنه. شاید این یک مثالی هست در عبری، شاید در زبانهای دیگه، که در زمانهای قدیم هم در جنگ شش روزه موقعی دیگه وقتی که اسرائیل خودش رو تنها میبینه و در خطر شدید میبینه، اون خودش بر اساس فهم خودش عمل میکنه و ضربه بسیار سختی معمولا به دشمنانش میزنه، چون ما میبینیم که اشراف اطلاعاتی اسرائیل واقعا خیلی بالا هست. حکومت ایران نباید این اشتباه محاسباتی رو بکنه که میتونه مثلا در مقابل اطلاعات اسرائیل بیسته. هنوز من واقعا از نظر ابجکتیو میگم این حرف رو، چون هنوز اسرائیل یک صدم اون چیزهایی که میدونه رو هم نشون نداده به اونها، و بهتره که حکومت ایران حتی برای بقای خودش به مردم خودش اگر گوش کنه و یک متانتی رو پیش بگیره، شاید 2-3 سالی به عمر خودش اضافه کنه، وگرنه ما داریم به یک وضع بسیار بسیار بغرنجی پیش میریم. ممنونم از شما. بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشش به شورای حکام گفته جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرده و در اجرای مفاد بیانیه مشترکی که اسفند پارسال بین آژانس و ایران امضا شد پیشرفتی حاصل نشده. مدیر کل آژانس درباره 2 گزارشی که به شورای حکام ارائه داده گفته جمهوری اسلامی به رغم کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% رو کاهش داده، اما در مجموع ذخایر اورانیوم تهران با غنای 60% افزایش یافته. آقای گروسی گفته حکومت ایران درباره کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های ورامین و ترقوزآباد هم توضیح معتبری ارائه نداده. ما کسی رو متهم نمی‌کنیم. ما این سوال‌ها رو می‌پرسیم. آثارش وجود داره. بنابراین مواد هسته‌ای وجود داشته. این مواد هسته‌ای کجاست؟ وسایل و تجهیزاتی اون تو بوده. این تجهیزات حالا کجاست؟ همانطور که قبلا هم گفتم، تا زمانی که مقامات ایرانی توضیحات مستندی ارائه ندهند، نمی‌تونم بگم به همه سوال‌ها پاسخ داده شده. پس از شنیدن توضیحات اون‌هاست که می‌تونیم وارد گفتگو بشیم و سوالاتمون رو مطرح کنیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، با اینکه آقای گروسی موقعیت شغلش سیاسی نیست،
ولی حرفایی که میزنه، اظهاراتی که در مورد وضعیت برنامه هسته ایران داره میکنه، میشه گفت به شکلی به سمت راست حتی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکاست. چقدر فکر میکنین این موقعیت هم جمهوری اسلامی هم آمریکا رو دشوار میکنه؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، اینی که درسته که آقای گروسی انتقاد کرد، ولی به نظر میرسه به هر حال تفاهماتی صورت گرفته بین ایران و آمریکا. این تفاهمات چند وجه داشته. یکیش همین مسئله تبادل زندانیان بوده که خب می‌بینید داره انجام میشه. یکیش اینه که در منطقه اقدامات تندی علیه هم صورت ندن، که خب می‌دونید در میان نیروهای نیابتی و آمریکا خب فضا خیلی آروم‌تر شده. نکته سوم این بوده که ایران یک فاصله بگیره با روسیه در مورد به خصوص ارسال سلاح، که این هم که این خود خط قرمزهای آمریکا و اروپا بوده و خب می‌بینید این ایران این کار رو تقریبا انجام داده. اون خبرهایی که آقا موشک دارن میفرستن اینا عملا کمتر دیگه مطرح میشه. نکته چهارم هم این است که از انباشت غنی‌سازی 60% ایران بکاره که این کارم انجام داده، یعنی 60% انجام میده ولی انباشت مدل قبل با سولد قبل دیگه انجام نمیده. در ازاش هم خب اقدامات آمریکایی انجام میدن، همین این پول ها هست که با مانیتور به ایران میدن و در مورد فروش نفت ایران هم خب طبیعتاً چشم‌پوشی بیشتری خواهند داشت که ایران فروش بیشتری در بازار داشته باشه، که خب اون به نفع آمریکا هم هست علاوه شرایطی که در مارکت نفت هست و امتناع عربستان از فروش بیشتر. آقای نامور حقیقی، حرفای رئیس موساد رو شنیدیم. کشورهای منطقه هم میدونیم که چه نگرانی هایی در مورد برنامه هسته ایران دارن. الان هم سخنان آقای گروسی به این شکل، اگر با تمام این جوانه به ایالات متحده همچنان تلاش بکنه یک راه حل سیاسی با تهران پیدا کنه، چقدر فکر میکنید که ممکنه تحت فشار کشورهای منطقه و علل خصوص اسرائیل قرار بگیره؟ ببینید، آمریکا تحلیلش این است که ایران اقدام سیاسی یا تصمیم سیاسی برای رفتن به ساخت بمب رو نداره. حالا این تحلیل هم اطلاعاتیه، همون چیزی که به هر حال اونا یعنی تحلیل اطلاعاتی آژانس های آمریکاست و اونم بر مبنای جمع‌آوری چیزایی که دارن. خب این یه نکته است. پس اون نکته اول. نکته دوم این است که مذاکراتی به هر حال انجام شده. این مذاکرات به جز کانل وزارت خارجه بیرون وزارت خارجه هم بوده و در حال انجام هم است. بنابراین تحلیل آمریکایی‌ها این است که در یه خطوطی میتونن به توافقات دست پیدا کنن، ولی این توافقات استراتژیک نیست، برای که هم انتخابات آمریکا هست و هم ایران چالش داره برای اینکه دو طرف از لحاظ داخلی این موقعیت رو نمیتونن به راحتی بفروشن. اگر دقت کنید دو طرف هم دائما هر نوع توافقی رو تکذیب میکنن، ولی میگن ما آماده گفتگو هستیم. نکته سوم هم این است که به هر حال اسرائیل و عربستان اونا نگرانن که ایران در مسئله 60% این انباشتش منجر به اقدامی بشه در جهت ساخت بمب اتم، که اینجا آمریکا مسئلهش رو خیلی مشخص کرده که با هر قیمتی برخورد خواهد کرد. من فکر میکنم این مهمترین مسئله است که ایران هم متوجه شده. مضافاً برای این که همونجور که قبلا گفتم بروک روحانیت اگر بره به سمت ساخت بمب، دقیقاً قدرت رو کلاً واگذار می‌کنه به نظامی‌ها و به نظر نمی‌رسه که در سطوح فوقانی روحانیت چنین چیزی رو بخوان قبول کنن، چون واقعاً اینه که هر کسی که کنترل بمب داره کنترل کلیت حکمرانی کشور رو هم در دست خواهد داشت. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی اعلام کرده که این زندانی سیاسی 20 شهریور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. بنابراین گزارش، افرادی از جمله معاون سلامت زندان اوین، رئیس حفاظت زندان و معاون او همراه با دو مراقب زن شاهد ضرب و شتم و توهین به خانم محمدی بودند. نرگس محمدی بعد از این به زور و با آمبولانس از محل بهداری خارج و احتمالاً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شده. به گفته این حساب اینستاگرامی، تا این لحظه از سلامت حال خانم محمدی خبری در دست نیست. علی افشاری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست.
بالاخره در اون شرایط زندان یک شجاعت خاصی میخواد که آدم همچین اقدامی بکنه در ایران، اینطور نیست؟ قطعا همینطور هست. و در نظر بگیریم که خانم نرگس محمدی مشکلات جسمانی هم داره، یعنی واقعا سلامت خودش رو در خطر انداخته، ولی به هر حال حداقل در 13 سال گذشته نرگس محمدی عملا زندان خانه دومش بوده و خودش رو به طور کامل وقف راه مبارزات مردم ایران کرده، وقف راه بهبود حقوق بشر کرده، حقوق زنان کرده، دموکراسی کرده. و به درستی نشریه نیویورک تایمز به اون لقب صدای خاموش نشدنی راه آزادی در ایران داده. یعنی امروز نرگس محمدی به واقع یک چهره اثرگذار و الهام بخش هست، یک الگو هست، یک الگوی مبارزاتی که حرفی که میزنه خودش در صف اول عمل به اون حرف هست و هزینه دادن برای اون، فداکاری برای اون. و قطعا اکنون و آینده ایران مدیون تلاش‌های امثال نرگس محمدی هستن که در عمل خودشون رو به تمام معنا با حال وارد پاکبازی شدن برای مردم و میهن. و این دومین بار هم هستش که نرگس محمدی برای ایستادگی بر سر یک حرف حق مورد بغض و کینه زندانبانا قرار میگیره. این دومین بار است که او رو میزنن. قبلا هم در سال 1999 وقتی که از زندان تهران او رو به زندان زنجان منتقل کرده بودن، ایستادگی او باعث شد که حال مامورین اجرایی در حضور مقامات زندان اون رو به شدت، یعنی به اجبار اون رو به داخل ماشین انداخته بودن. و این بار هم می‌بینیم که او ایستاده و قبول نداره حجاب اجباری رو. به هر حال اینها پاسخ میده. همونطور که ما در جای جای دنیا می‌بینیم، اگر امروز اونها وضعیت خوبی به لحاظ شاخص‌های انسانی دارن، انسان‌هایی بودن که خودشون رو وقف کردن، هزینه کردن، تاوان دادن تا نسل‌های بعدی بتونن به راحتی از اونها استفاده کنن. و نرگس محمدی هم الان از شاخص‌های کنونی ما هستش که آیندگان مدیون خواهم. شکی ندارم که حرفای خامنه‌ای رو هم شنیدید در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی. وقتی اون حرفا رو میشنوید و فشاری که روی زندانی‌ها در داخل ایران دارن میان رو میشنویم، فضای دانشگاه‌ها رو می‌بینیم و اتهاماتی که متوجه اپوزیسیون خارج از کشور می‌کنه رهبر جمهوری اسلامی، چه فضایی رو می‌بینید در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی؟ خب این کاملا نشون میده که نظام تمام قد اومده که جلوی هر نوع بروز اعتراضی رو بگیره. این خیلی براش کلیدی هست. و هر حال که نشون بده این حرکت پایان یافته، به زعم خودشون ناامیدی را گسترش بدن، اما خب از اون طرف حراسشون رو دارن آشکار میکنن. یعنی اینها از سر اقتدار نیست. و حال امروز خامنه ای در حرفایی که با اون افرادی گزینش شده برده بودن از استان سیستان بلوچستان، و چون کم هم آورده بودن که نفر ببرن، خراسان جنوبی رو هم درگیرش کردن، ولی اینها همش نشانگر این حراس هست. و باز خامنه همه تاکیدش بود که دشمن، باز دوباره در اونجا می‌بینیم که همه اینها، اینکه سرمایه‌گذار رو مسئله زن بکنن مسئله دشمنه. خب حالا ما واقعیت‌ها رو داریم می‌بینیم. در طول 44 سال اخیر چه کسی مقابل زنان ایستاده؟ چه کسی سعی کرده اون الگوی بنیادگرایی از زن رو به اجبار بر همه زنان ایرانی تحمیل کنه؟ اگر ما معنای واقعی دشمن رو تلقی بکنیم، بیگانه ای که نه تنها تعلقی به مردم ایران، به زنان ایران نداره، بلکه در مقابل اینها ایستاده، خاص انسانی اونها رو و کرامت انسانی اونها رو نفی کرده، این جمهوری اسلامی است و اون چهره کلاسیکش که الان خامنه‌ای نماینده و نماینده تمام عیار مدافع اون هستش. بنابراین دشمن اون هست و از این لحاظ خیلی اهمیت داره سال روز. حالا شاید شمار افرادی که میان مسئله ثانوی باشه. اصل این که علارغم همه سرکوب‌ها، تهدیدها، بگیر و ببندها، خط نشان کشیدن‌ها، باز کسانی بیان شجاعانه همین نرگس محمدی رو الگو قرار بدن که در زندان علارغم این که به حال وضعیت جسمانیش وضعیت نابسامانی هست و به حال هر نوع ریسکی میتونه سلامتانو به طور جدی به خطر بیندازه، وامیسته پای سبک پوشش انتخابی، وامیسته در رد و نافرمانی بدنی علیه حجاب اجباری. درسته که نرگس محمدی باری فرد مذهبی، البته پیش از آن محجب هم بوده، ولی خب به حال آگاهانه اون رو کنار گذاشته میسته. این رو طبیعتاً انتظار میره در سال روز قتل حکومتی مهسا دیگر زنان و دختران ایرانی و مردان حامی اونها هم انجام بدن. این علارغم همه تلاش‌های حکومت شکست این حجاب اجباری،
و اینا نباید اجازه بدن که حکومت سعی بکنه دوباره این حال آب رفته رو به جوی برگردونه. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. مراسم یادبود 22مین سالروز حمله به برج‌های مرکز تجارت جهانی در آمریکا در حال برگزاری. شرکت کننده ها برای ادای احترام به کشته شدگان در برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک یک دقیقه سکوت کردند و در مراسم های دیگری از جمله مزرعه‌ای در ایالت پنسیلوانیا محل سقوط یکی از این هواپیماها هم به یاد قربانیان ناقوس‌ها به صدا در آمدند. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we our remembrances and look to God for the new life of the kingdom. My son, Toshiya Kuge. همکارم مریم رحمتی از محل برگزاری مراسم یادبود 11 سپتامبر در نیویورک با ماست. مریم، باوری سخته که بالای دو دهه گذشته از اون فاجعه در شهر نیویورک و عواقبی که تمام جهان رو تکون داد، چطور امروز مراسم رو برگزار کردن در نیویورک؟ همونطور که تو هم اشاره کردی فردا، در نیویورک هم صبح ساعت 8:30 ناقوس های کلیساها به صدا در اومدند و خانواده های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اجازه پیدا کردند تا بر سر بنای یادبود قربانیان حضور پیدا بکنند. بعضی از خانواده ها عکس قربانیان رو بر روی لباس های خودشون داشتند، بعضی ها با پرچم و بعضی ها هم با گل به سراغ نام هایی که بر روی این بناها حک شده رفتند و این گل ها و این پرچم ها رو بر روی بناها گذاشتند. خیلی ها اشک می ریختند، خیلی ها همدیگر رو بغل می کردند و میشه دید که بعد از 22 سال نه تنها خانواده های قربانیان، خانواده های آتش نشان هایی که جون خودشون رو در زمان اون حملات تروریستی از دست دادن، این روز رو به سختی دارن اینجا جمع میشن و ادای احترام میکنن، بلکه آمریکایی ها در سراسر آمریکا هم این روز رو به خوبی به یاد میارن و اون روز غم انگیز رو به یاد دارن و همچنین کسایی که حتی اون زمان به دنیا نیومده بودند تلاش میکنن که این روز رو به یاد بیارن، در موردش حرف بزنن و در موردش یاد بگیرن و بخونند. بعد از اینکه ناقوس ها به صدا در اومد، همه کسانی که به این مراسم دعوت شده بودن از جمله سیاسیون جمع شدن. نام تقریبا 3000 قربانی اینجا به خوانش گرفته شد و بعد از اون هم موزه 11 سپتامبر درهاش بر روی خانواده قربانیان باز شد و اعضای خانواده قربانیان تنها کسانی بودند که به این موزه حضور پیدا کردند و اجازه داشتند که بتونن از این موزه دیدار بکنند. نکته قابل توجه دیگه این بود فرداد که در این مراسم یادبود میشد از حزب دموکرات و جمهوری خواه سیاسیون را دید، کسانی مثل کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا به نیویورک اومده بودن، ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا که یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 هست حضور پیدا کرد، چاک شومر سناتور و بعضی از سناتورهای دیگر و همچنین رودی جولیانی که قبلا فرماندار نیویورک بوده و بعدن هم وکیل دونالد ترامپ که این روزها کمی سر و صدا هم پیدا شد به خاطر دخالتش در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین فرماندار و شهردار نیویورک هم در این مراسم حضور پیدا کردن، ولی سخنرانی ها اونقدر گسترده نبود به خاطر اینکه نام قربانیان زیاد هست و نوبت به سخنرانی نرسید. باید بگم دقیقاً یک روز قبل از اینکه این مراسم
یاد بود برگزار بشه. 22 سال روز یاد بود دو نفر از کسانی که در این حادثات تروریستی جان خودشون رو از دست داده بودن توسط آزمایشات دی ان ای شناسایی شدند، ولی اسمشون هنوز به رسانه ها داده نشده به خاطر درخواست خانواده هاشون. هنوز 1100 نفر از کسانی که در این حادثات جان خودشون رو از دست دادن شناسایی نشدن، که تعداد بسیار زیادی هست. همزمان باید بگم که فرداد این حملات تروریستی سیاست آمریکا و جهان رو تغییر داد و تأثیرات زیادی داشت و هنوز مردم از فعالیت‌های القاعده و اینکه هنوز این خطرات تروریستی بر خاک آمریکا وجود داره نگران هستند. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از محل برگزاری مراسم یادبود 11 سپتامبر در نیویورک. اجازه بدید بریم به آلاسکا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 11 سپتامبر میخواد برای نیروهای مسلح آمریکا و خانواده‌های اونها در آلاسکا صحبت بکنه. این در ادامه سفر اقیانوس آرام رئیس جمهوری آمریکاست که بعد از هند به ویتنام رفت و حالا در آلاسکا خارج از سرزمین اصلی ایالات متحده آمریکا در کنار سربازان این کشور قرار سخنرانی بکنه در سالگرد حملات 11 سپتامبر. تصاویر زنده رو می‌بینید از آلاسکا، جایی که نیروهای نظامی آمریکا رو دوره هواپیمای ایر فورس وان در حال اجرای مراسمی هستن به یاد 11 سپتامبر. همونطور که گفته شد، همزمان با این سالگرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مراسمی در همین مورد در یک پایگاه نظامی در ایالت آلاسکا رفته. کاملا هریس معاون او هم در مراسمی در نیویورک حاضر شد. کنگره آمریکا 11 سپتامبر رو به عنوان روز میهن پرستان تعیین کرده. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. نه فقط ایالات متحده رو 11 سپتامبر به شکلی بنیادی تکان داد، بلکه زندگی رو تقریبا برای تمام ساکنان این کره خاکی تغییر داد. میشه یه جورایی تاریخ معاصر رو به قبل و بعد از 11 سپتامبر تغییر داد، تفسیر کرد. خیلی ها در آمریکا هم میگن که اگر هدف کسانی که حمله کردن آزادی های آمریکایی بوده، آزادی های مدنی آمریکایی بوده، خیلی از همین آزادی‌ها به دلیل اقداماتی که دولت وقت آمریکا انجام داد عملاً از بین رفت. ممکن اون هواپیماها اونها رو از بین نبرده باشن، اما سیاست‌هایی که اینجا در واشنگتن بعدش تصویب شد خیلی از اونها رو متزلزل کرد. البته آزادی‌ها اونقدر گسترده بود که اون شاید بگم تحلیل و تخفیف یا تقلیلی که درش ایجاد شد موقت بود. هیچ وقت اینجا آزادی بیان متوقف نشد، هیچ وقت آزادی اجتماع متوقف نشد، هیچ وقت حکومت نظامی برگزار نشد. سوال‌های اصلی در مورد این بود که آیا مثلا باید حتما برای شخص غیر آمریکایی مظنون به تروریسم باید رفت حکم جلب گرفت یا نه. یک سری قوانین در مورد تجسس در مثلا ایمیل های شما، در تلفن، در غیر و ذلک، اینها یه مقداری عوض شد. و هنوز هم که اندازه شما اگر شهروند ایالات متحده هستید یا در خاک آمریکا هستید، این از لحاظ هم آزادی های مدنی و هم آزادی قانونی بسیار بسیار گسترده است. اما حقیقت رو باید گفت، همونطوری که 7 دسامبر 1943 پرل هاربر، ماهیت اون چهره امریکا و اون تصوری که امریکایی ها خود داشتند که با دو اقیانوس محافظت میشن عوض کرد، همونطوری که همیشه قضیه جنگ داخلی 1861 تا 1865 زنگوله گوشه امریکایی ها هست که درسته میتونه یک کشور متحد باشی ولی میتونه به یک آتش جنگ خونین هم کشیده بشه. 11 سپتامبر 2001، اول قرن 21 اتفاق افتاد. سه تبعات، سه پیامد مهم داشت. پیامد اول، بحث امنیت ملی و آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و حقوق مدنی. از طرفی حکومت مملکتی که امن نباشه درش آزادی‌ها تأمین نیستن، ولی مملکتی که آزادی نباشه خب
امنیت هم میشود یک مایه و ابزار زور. پس یه بالانسی باید برقرار کرد. دوم، تعریف امنیت ملی عوض شد. اگر قبل از 2001 امنیت ملی یک واژه تحلیل شده و تعبیر شده بود با سیاست خارجی و خارج از مرزهای ایالات متحده، بعد از اون امنیت ملی هم شد امنیت ملی یعنی سیاست خارجی، ولی امنیت درون مرزها و هوملند یعنی اون وطن. و سوم، همونطور که میدونید دو جنگ بزرگ اتفاق افتاد. اولش بعد از 11 سپتامبر 2001 و همون ماه اکتبر خیلی سریع بعد از حملات، آزادسازی افغانستان از دست طالبان بود و ریشه و برچیدن بساط القاعده از اونجا، و بعد از سال 2003 جنگ عراق بود که حالا اون رو خیلی ممکنه بهش انتقاد بکنن، ولی اینکه ایالات متحده حق داشتن مورد قضیه افغانستان و اینکه برود طالبان رو بهشون وقت داده بود که القاعده رو تحویل بدن و نداده بود، اون حتی از لحاظ قانون بین الملل هم درش شک و شبهه نیست. پس این سه پیامد بسیار بزرگ داشت. برگردیم به زمان، مثلا شما اگر در دهه 90 میلادی در ایالات متحده بودید، مثلا میخواستید برید دیدار کنید، بازدید کنید، همینطور همیز کنگره خیلی بازتر بود، البته سال به سال بدتر میشه، از 6 ژانویه هم که دیدیم چی شده، الان دارید حصار کشیدن اینها. میرفتید پارک مثلا دیزنی یا جاهای عمومی برای ویزیت کردن و دیدن، کلن اون حس نبود. اگر ترسی از تروریسم بود، مثلا از بمبگذاری سال 1995 تیمتی مکوی بود، یک افراطی سفید پوست که عملا انتقام گرفت بود برای کشتن یک فرقه به اسم دیوید کورش. ببخشید طرفتون رو قطع میکنم، میفهمم چی میگید، یعنی یه سری ناامنی های احساس شد که باعث شد مثلا حصارهای بیشتری در دوره خیلی ساختمان ها کشیده باشه، اون بخشش فکر میکنم قابل درک هستش. اگر یک حصاری جلوی کاخ سفید بکشن یا موقعی که فرودگاه هستم کفش من رو بخوان وارسی بکنن، این شاید دغدغه بزرگ نباشه، ولی اینکه در دادگاه های مخفی که خیلی وکلا حضوری هم ندارن یک قاضی حکمی بده که مثلا تماس های تلفنی منو بررسی بکنن، یا ایالات متحده که اینقدر میباله به نظام قضاییش ولی فکر بکنه که نظام قضاییش اونقدر شرایط کافی رو نداره و مجبور بشه که فراساحلی ببره زندانیان رو در گوانتانامو محاکمه بکنه، خب این تصویر با اون تصویری که آمریکای آزادی که جهان میخواد ازش الگو برداری کنه متفاوته دیگه. چند تا نکته است. نکته اول این که اتفاقا این اتفاقی در گوانتانامو افتاد استثناس قاعده نیست. یکم. دوم، اتفاقی در گوانتانامو افتاد به خاطر اینکه در خاک آمریکا، اینو بعد اتفاقا پوان مثبتی است، در خاک آمریکا نمیتونن کارو بکنن، مجبور شدن برن در خاک کشور دیگری. سوم، به غیر از تعداد معدودی که وارد بورد شدن، یعنی بهشون آب ریخته شد که اون مصداق شکنجه است، اون چیزی که کشورهای مثل جمهوری اسلامی و اینها میخوان چیز کنن که در زندان‌ها هم که شکنجه است، کذب محض، هم چیزی وجود نداره. ولی حتی افرادی مثل ارزم به حضور شما خالد ولید محمد اگه شما نکنم، کسانی بودن که بعد از اینکه مثل که چندین بار ایشون رو وارد بورد کرده بودن، میخوابونن شما رو، صورت رو میپوشونن، رود آب میریزن. شیخ محمد این احساس خفگی دست میده و مثل که بعد از چند بار که اتفاق افتاده بود اومده بود گفته بود که من دیشب در سلولم الله اومده گفته که همکاری کنم، یعنی ولی این با این وجود کار رو درست نمیکنه. مرحوم جان مکین اتفاقا امروز آقای بایدن در ویتنام رفت، ایشون زندان جنگی بود در خود ویتنام، حالا اینقدر رابطه ایالات متحده با ویتنام خوب شده که ایشون میتونه بره در یاد بود آقای مکین، دو سرباز تفنگدار دریایی، یه افسر نیروی دریایی بغلش وایس. آقای مکین شکنجه دیده بود، جمهوری خواه بود، ولی 5 سال در زندانهای مخوف ویتنام شمالی شکنجه دیده بود. در اون روز در اوج این قضیه که آقای بوش و تیم حقوقیش، اول زمان آقای اشکرافت و بعد از اون هم زمان آقای البرتو گونزالس دادستان کل کشور، اینها می آمدن و توجیه می کردن بحث enhanced interrogation یعنی بازجویی پیشرفته. می گفتن نه، صدمه به کسی نمی خورش، بزن چیزیست، ولی بیخوابی می دن. و اینم در مورد بسیار آدمای معدودی، هیچ کدوم سیتیزن آمریکا نبودن، هیچ کدوم گرین کارت هم نبودن، کسایی بودن که در خاک دشمن، در به قول خودشون کمباتنت، در نبرد گرفته بودن، آورده بودن اینجا. با این وجود افراد مثل آقای مکین شدیدا مخالفت میکردن با این قضیه. نکته بعدی، مثلا دادگاه‌های ایالات متحده خیلی دست و پنجه نرم کردن با این قضیه که آقا خب الان از طرفی مملکت تحت حمله است، شما باید موقع رو یادتون نمیاد یا شاید یادتون میاد. مثلا در آمریکا ما هفته ها نشم پای تلویزیون بودیم، فقط این یک ابر قباری بود روی این منهتن، روی این جزیره منهتن، و هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی خواهد افتاد. چندین و چند روز پروازها بلند نمی شدن.
و بعدش حمله های سیاه زخم و انتراکس بود. ولی اینجور موقع هاست که اتفاقا در آزمون قرار میگیرن لیبرال دموکراسی ها، اینطور نیست؟ دقیقا، اتفاقا این سوال بسیار خوبی است. آیا برخورد و پاسخ ایالات متحده به یک همچین تهدیدی بزرگ شایسته بود؟ به نظر من نمره قبولی میگیره، ولی نمره قبولی A پلاس یا A منفی نمیگیره، خیلی بگیره B منفی میگیره. اما اونقدر نظام های سیاسی و قانونی و حقوقیش پویا بودن که حکومت تبدیل به حکومت استالینیستی افراطی ارزم بزرگش ما دیکتاتوری نشد، نیامدن مردم را فلهی دستگیر کنن بدون هیچ به قول من پاسخگویی. درسته حتی اون کسایی هم که در گوانتانامو بودن همه وکیل داشتن، نمیگم من قصد توجیه رو ندارم، میگم حتی در بدترین پرونده هم وکلای بودن که میرفتن از اینا حمایت میکردن. و اگر یک حکومتی به این پویایی نبود، اگر یک قانون اساسی و وکلا و قضات حاضر نبودن، از آقای اسکالیا گرفته که دیگه ایشون پدرخوانده محافظه‌کاران بود، گفت آقای رئیس جمهور یا بیا قانون اساسی رو تعطیل بکن، یا اگر میخوای کسی رو بگیری، کسی بزرگ بود، حمدی versus رامسفورد وزیر دفاع بود، حمدی اقبال versus اشکرافت، اینا کیسه بسیار بسیار گنده بودن زمان قانون اساسی. دیدیم حتی خطوط ایدئولوژیکی هم داره محو میشه. یک قاضی بسیار محافظه‌کار میگه آقای لینکلن زمان جنگ داخلی 5 بار قانون اساسی رو تعطیل کرد، اگر میخواهید این کارو بکنید قانون رو تعطیل بکنید. ولی نشون داد که حتی دادگاه‌های بسیار پیشرفته و مستقل میتونن گهگاهی تصمیمات سیاسی بگیرن، چون قاضی مثلا فکر میکنه که اگر من فلان کسک رو امروز آزاد بکنم، پس فردا بیاد یه بمب کثیفی یک جای منفجر بکنه، مسئولیتش با منه. میخوام بگم اینها همه فشارهایی که بود. با این وجود از این آزمون بسیار بزرگ، شما فکر کنید جای دیگه باشه، ابرقدرتی در یک روز 2977 نفر بیگناه کشته بشن، حتی پایتخت مملکت ممکنه تحت هدف قرار بگیره. چندین و چند صد رئیس جمهور مملکت در هواپیماش گشت میزد، نمیخواستن بیارنش پایین، و رئیس معاون رئیس جمهور در محلی غیر قابل شناسایی بود. هر کشور دیگه بود به نظر من به مراتب بدتر و سخت‌تر برخورد میکرد، و از این نمره قبولی گرفت ایالات متحده. ممکن نمره A یا B مثبت هم نگرفت، ولی نمره قبولی گرفت. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از مناطق زلزله زده آمیز در مراکش به پایان می‌بریم.